تا احترام به حقوق ساکنان را تضمین کند و از هر گونه نقض قوانین بشردوستانه بین المللی جلوگیری به عمل آورد. ما از مقامات ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می خواهیم که قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا در مورد اشرف را به اجرا بگذارند. ادیت باور، نماینده پارلمان اروپا و رئیس گروه پارلمان اروپا در همبستگی با زنان برای ایران آزاد. روز چهارشنبه 5 آبان ماه از طرف گروه همبستگی پارلمان اروپا با زنان برای ایران آزاد جلسه در مقر پارلمان اروپا در بروکسل تشکیل داد. در این جلسه خانم ادیت باور، رئیس گروه همبستگی پارلمان اروپا با زنان برای ایران آزاد در مقر پارلمان اروپا و خانمها رومانا جوردان، نماینده پارلمان اروپا و ماریان هارکین، نماینده پارلمان اروپا از ایرلند و شمار دیگری از نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین خانم دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان و خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت شرکت و سخنرانی کردند. به گزارشی از این جلسه توجه فرمایید. در جلسه ای که از طرف گروه همبستگی پارلمان اروپا با زنان برای ایران آزاد در مقر پارلمان اروپا در بروکسل تشکیل شد، خانم ادیت باور، رئیس این گروه گفت زنان ایرانی رژیم ملایان را در کلیت خود نفی می کنند و خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند. این رژیم با صدور احکام سنگسار و حتی دستگیری وکلای زندانیان سیاسی نشان داده است که کوچکترین احترامی برای حقوق زنان قائل نیست. ما به ویژه نگران وضعیت بیش از 1000 زن در کمپ اشرف هستیم که پیشتازان جنبش مقاومت برای حقوق بشر، دموکراسی و برابری در ایران علیه دیکتاتوری ملاها بودند و برای زنان و مردم ایران کانون انگیزش برای آزادی به شمار می روند. خانم ادیت باور افسود، اسنادی که ویکی‌لیکس افشا کرد نشان می